این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استادان ارجمند، پژوهشگران محترم، همکاران عزیز و سروران حاضر در این مجلس، و سپاس ویژه خودم رو تقدیم میکنم خدمت بزرگواران دست اندر کار برگزاری این مجلس خجسته و فرخنده، البته لغت سغدیه که به فارسی رسیده، و به هم جهت من خیلی همیشه دوست دارم که از این لغت استفاده کنم. برای صبح مشتاقان اگر هنگام روز آمد، که بگرفتین شب یلدا ملال از ماه و پروینم. منم به سهم خودم شب یلدا رو و همینطور امروز رو که خرم روز هست، روز نخستین روز ماه دی، به قول ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه خرم روز نامیده شده، و به همین جهت من این روز رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. خرم روز رو اورمز روز هم مینامند، چرا که ماه دی ماه آفریدگار است، ماه دزوه، لغت اوستایی دزوه به معنای آفریدگار و دادار، از ریشه دای آفریدن. من خیلی وارد بحث‌های ریشه شناسی میشم، ولی دانشجویان عزیز فرهنگ و زبان‌های باستانی رو اینجا میبینم چهره‌هاشون رو، در نتیجه یه ذره جرأت پیدا میکنم بیشتر در مورد ریشه شناسی حرف بزنم. و ماه دی ماه آفریدگاره و نخستین روزش هم اورمزد روز هستش، که البته خرم روز هم نامیدن به خاطر اینکه ماه دی رو خرماه هم میگفتن در زمان ابو ریحان، و در زمانی که تاریخ گردیزی نوشته شده این ماه رو خرماه به نام خورشید هم مینامیدن. بنابراین حالا هر کدوم از این ریشه شناسی ها که مورد قبول باشه، امروز روز خرمی است و من این روز خرم رو هم تبریک عرض میکنم خدمتی شما. صحبت در مورد یلدا قرار بوده باشه. خب همه خیلی خوب میدونیم که یلدا درازترین شب سال هستش، شبی است که آخرین شب پاییزه و از فردای اون روز زمستان آغاز میشه، شب زایش و تولده. به همین جهت واژه یلدا رو با خیلی ها معتقد هستند که از واژه سوریانی هستش، ریشه سوریانی وارد زبان فارسی شده و در واقع بیشتر گفته شده که به واسطه مسیحیان که سوریانی زبان بودند اون گروه وارد زبان فارسی شده، و با واژه میلاد و زادروز و زایش و اینها هم ریشه است. البته این شب رو شب چله هم نامیدن. میدونید که ما در تقویم سنتیمون سه تا چله داریم، یک چله در تابستان و دو چله در زمستان، چله بزرگه و چله کوچیکه، و شب یلدا شب آغاز چله بزرگ هستش یا چله بزرگه هستش، و به همین نام شب چله هم بسیار معروف هستش. به جز این ریشه شناسی های دیگری هم برای این واژه شده، و سعی شده که یه جورایی این واژه که در زبان فارسی خیلی رایجه با زبانهای هندو اروپایی هم مرتبط بشه از نظر ریشه شناسی، و فقط از زبان سامی نباشه، چرا که میدونیم زبان سوریانی اصل سامی داره. بنابراین دنبال ریشه شناسی هندو اروپایی هم براش گشتن، اما به هر حال مثل همه ریشه شناسی های دیگه جای بحث و بررسی داره. برای نمونه از واژه ییریه اوستایی میتونم نام ببرم، که این بخش اول واژه یلدا، یعنی یل رو باهاش مرتبط دونستن. ییریه در اوستا یعنی سال، و واژه یل رو به این اعتبار که تحول ر به ل بوده به معنای سال گرفتن، و بعد دارو بخش دومش رو، یعنی دارو با ریشه با واژه دی
که روز هستش و روشنایی و اینها با این ارتباط دادن و در نتیجه واژه یلدا رو روشنایی سال هم معنا کردن که خب به هر حال جای بحث داره، هنوز به اون صورت پذیرفته نیست. ریشه شناسی دیگری هم من دیدم برای واژه یلدا، چون قرار بوده یه بحث عمده من رو ریشه شناسی واژه یلدا باشه، و اون باز از دو جزء یل هست، منتها این بار یل به معنای پهلوان و که خب در زبان فارسی داریم ما این واژه رو، و بعد دا هستش که با ریشه با واژه دیت در زبان انگلیسی هم ریشه باشه به معنای زمان، و در نتیجه واژه یلدا به معنای زمان زایش پهلوان و زمان زایش مهر، زمان زایش ایزد جنگاور. در نتیجه به این ترتیب این رو با واژه با تولد مهر هم مرتبط کردن. به جز این ریشه شناسی ها که سعی شده حالا به شکل های مختلف واژه رو با هندو اروپایی منطبق بکنن و یه جوری از اصل هندو اروپایی بگیرن به جای اصل سامی، ما یه جشن زمستانی که در واقع حوالی همین انقلاب زمستانی هست که همین ایام میشه داریم که در انگلیسی باستان واژه یول براش به کار میرفته و این واژه یول تقریبا از پیش از سده 12 میلادی ما در نوشته های مختلف ازش شاهد داریم، شاهد مثال داریم که این جشن زمستانی بوده و بعدها واژه یول انگلیسی باستان معنای کریسمس پیدا کرده. بنابراین اگر الان امروز به یک واژه نامه رجوع بشه، واژه یول رو برابر واژه کریسمس میبینیم و چون این جشن زمستانی بوده شاید بشه به نوعی واژه یول رو هم با یلدا مرتبط دونست. به هر حال هرچه که باشه واژه یلدا از نظر ریشه شناسی معناش، میدونیم که این ماه دی که شب یلدا شب این آخرین شبی هستش که به اصطلاح صبحش و روزش به ماه دی ختم میشه، ماه دی ماهی بوده که بعد از ماه فروردین در ایران باستان، در تقویم ایران باستان پر جشن ترین و پر آیین ترین ماه سال بوده، بعد از البته ماه فروردین. در این ماه جشنهای متعددی برگزار میشده، در ما جشنهای دیگان، منتها در نوشته های مختلف به صورت جسته گریخته دیده میشه و بیشترین کسی که من دیدم دربارش صحبت میکنه درباره برگزاری جشنهای دیگان در آثار باقیه ابو ریحان دیدم و در تاریخ گردیزی حدود میشه اواخر در واقع سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری قمری. در اون زمان هنوز این خرم روز جشن گرفته می شده و روزی هستش که معتقدن که خورشید زاده شده و روزها طولانی تر می شه از این روز، در نتیجه روز زایش خورشید حساب می شه. در تاریخ گردیزی اومده که خرم روز رو جشن می گرفتن، در این روز پادشاهان عجم لباس سفید می پوشیدن و با زارعان و رعیت به قول معروف سر یه سفره می نشستن و بدون واسطه در واقع عریضه ها و شکایات رو دریافت می کردند و با هم غذا می خوردند. اگر به این اعتبار به این جشن نگاه کنیم، شاید بشه این رو یک جشن دهقانی گرفت. در نتیجه یک جشن دهقانی خب می تونه قدمتی چند هزار ساله در این مملکت داشته باشه. حالا در نواحی دیگر جهان هم به طور کلی این حوالی انقلاب زمستانی با نام‌های مختلفی جشن گرفته میشه. مثلا تا جایی که من میدونم در پاکستان، حتی در غرب آفریقا، عرضم به حضورتون در اسکاتلند، در خیلی از جاهای دنیا جشن گرفته میشه این ایام. من حتی شاهدی پیدا کردم که در زمان هخامنشیان هم دیده شده که این ایام جشن گرفته شده، در واقع همین ایام ماه دی. اما در اشعار فارسی، در ادب فارسی وقتی جستجو میکنیم، تقریبا ما تا سده چهارم هجری واژه یلدا رو نمیبینیم.
از سده چهارم هجری به بعد هست که واژه یلدا وارد ادب فارسی میشه، ولی به قول ابو ریحان میگه که شاید مردم بیشتر اینو به نام شب چله میشناختن نه به نام شب یلدا، و بنابراین شاید به اون نام بیشتر معروف هستش. معذرت میخوام. در مورد اینکه چرا این شب به عنوان یک شب خاص تلقی شده، خب روایت های مختلفی هست، اشاره هم کردند استاد محیط طباطبایی به چند موردش، برای زایش مهر و الان عرض کردم خدمتون برای خورشید و دلایل مختلف، زایش ایزد جنگاور و نظایر اینها. اما به طور کلی من فکر میکنم که این بر میگرده به اون مسئله که در ایران باستان تاریکی در واقع اهریمن نماینده تاریکی بوده، و چون این شب شب طولانی هستش، در واقع به نوعی حتی شاید خوشیوم نبوده، و در این شب معمولاً چراغ می‌افروزند یا آتش روشن می‌کنند تا اون دفع شری بشه از اهریمن. خیلی معذرت می‌خوام. و به همین مناسبت اگر شاید در روستاها دیده باشین که شبها میرن شب نشین خونه هم دیگه، و معمولا با چراغی همراهشون چراغی میبردن، حالا حداقل در دوران کودکی من اینا رو دیدم، الان امروزه که خب همه جا برق هست، بعد چراغی میبردن، و به همین جهت به این حتی این شب جشن چراغ یا جشن چهل چراغ یا واژه های نظیر این هم گفته شده، و در نتیجه در واقع شبی بوده که با افروختن آتش و روشن کردن چراغ سعی کردند که از شر اون اهریمن تا حدی شکسته بشه و دفع بشه. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. شب یلدا شب تولد خدای خورشید، ایزد خورشید، شب تولد مهر، شب تولد ایزد پیمان، شب تولد ایزد جنگاوران و هر چیز دیگه ای که بگیرید. روایت های گوناگونی در مورد این شب هست که من فکر میکنم خیلی اگر بخوام به اونها اشاره کنم صحبت طولانی میشه. من فقط به یه روایت اشاره میکنم که مربوط میشه به دوران اشکانی، در واقع آغاز دوران پادشاهی اشکانیان. معتقد بودند که در چنین شبی پیامبری زاده میشه و این پیامبر رو دو دلفین از آب میگیرن و این در واقع همون مهره، برمیگرده به اون باورهای میترائیسم که استاد هم اشاره کردن و باورهای مهری که به هر حال در ایران بوده، مدتها این باور در ایران وجود داشته، آثارش کاملا نشون داده میشه، هم از نظر باستان شناختی و هم از نظر مسائل زبانی و فرهنگی آثارش رو میبینیم. این از طریق ایران میره به اروپا و میره به روم و در اونجا جشن ساتورنالیا یا جشن ساتن و که همون خدای زحل هستش گرفته میشه، که باز در همین ایام هستش و میتونه با کریسمس مرتبط باشه. و من دیگه وارد بحث تولد مسیح و این داستانها که همه با مهر مرتبط هستش نمیشم، و تقریبا سعی میکنم که صحبتم رو خیلی کوتاه بکنم. همطور که استاد هم اشاره کردن، به نظرم میاد که این شب به هر دلیلی که شب خاص شده باشه و به هر دلیلی که جشن گرفته میشه، تولد هر که باشد و مناسبتش هرچه باشد، جشن دهقانی باشد یا تولد و زایش مهر باشد یا هر دلیل دیگری داشته باشد، مهمترین پیامش این هستش که افراد دور هم جمع بشن، افرادی که در این روزمرگی ها و در این مشغله های بسیاری که در این دوره هست بتونن یک شب با هم خاطره بیافرینند، یک خاطره از این مهربانی ها، از دیدارها، از ملاقات با دوستان و عزیزان. به نظرم این مهمترین پیام شب یلداست. البته من پیام دیگری هم به نظرم میاد که شب یلدا داره، و اون هم این هستش که
هر تاریکی، هر اندوهی، هر ملالی بالاخره به پایان میرسه. این درازترین شب سال هم صبح میشه و امروز خرم روز. خرم روزتونم مبارک. در ضمن بنابراین واقعا بهترین پیامی که از این شب میشه گرفت همین دوره هم بودن، قدر عزیزان رو دانستن، در واقع دیدار با یکدیگر، و بعد حالا اون مسائل افسانه‌گویی و تفاعل حافظ و اینها هم که به جای خودش هستش. در آن همه دردم هم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. در پایان عرایزم به این نکتم اشاره میکنم که در سال 2008 میلادی این جشن در میراث معنوی کشور ثبت شده و از این جهت ترویج و اشاعه اون واقعا اشاعه یک سنت چند هزار ساله این مملکته. با سپاس از حوصله شما.